حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده، صدور قطعنامه شورای امنیت درباره جنگ در غزه رو آیا میشه به معنای تغییر رویکرد جامعه بین الملل به جنگ اسرائیل و حماس تعبیر کرد؟ حالا قطعا این رویداد بسیار مهم هستش. بگذارید چند تا پنج فاکتور مهم در پی تصویب این قطعنامه رو من برای شما برجسته کنم که پاسخ به پرسش شماست. نکته اول این که این قطعنامه پس از چهار مرتبه قطعنامه های دیگر که همگی وتو شده بودند الان به تصویب رسیده. تقریبا قطعنامه‌های دیگه هم همین مضمون رو اشاره داشتن که بلافاصله آتش بس اعلام بشود، کمک‌های انسان دوستانه و گروگان‌ها. دو مرتبه امریکا پیشنهاد داده بود، یک بار روسیه پیشنهاد داده بود، یک بار امارات پیشنهاد، همه رد می‌کردن و وتو شده بودند. این بار وتویی در کار نبوده، پس از چهار مرتبه تصویب شده. نکته دوم این که در این قطعنامه رأی مثبت فرانسه رو داریم، یعنی فرانسه رأی داده که بله این کار حتما بشه. در خصوص کشورهایی که رأی ممتنع دادن، یعنی بریتانیا، آمریکا و روسیه، خب می‌دانیم که بریتانیا و آمریکا از دوستان و متحدان اسرائیل هستند. نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل سفر کرد پس از هفته اکتبر، آقای بایدن به اسرائیل سفر کرد پس از هفته اکتبر، حمایت کامل خودشون رو نشون دادن، آمریکا پول و اسلحه و تجهیزات فرستاده. اما امروز برخلاف دفعات قبل که وتو کرده بود، وتو نکرده و این در به عبارتی میشه گفتش که پشت اسرائیل رو خالی کرده در عرصه بین المللی، نه در عرصه نظامی، خالی کرده. نکته دیگر هم این که این قطعنامه بعد از 40 روز به تصویب رسیده، یعنی شرایطی که موجب شد خیابان‌های لندن، خیابان‌های امریکا، خیابان‌های فرانسه، یعنی کشورهای دوست و متحد اسرائیل پر از جمعیت و شلوغی بشه. میدونید که به هر حال آشوب‌هایی انجام شده. همه اینا رو که روی هم دیگه جمع بزنیم، شما میتونید در سخنان سفیر اسرائیل در نیویورک این نکته رو پیدا کنید، گفتش که این شرم‌آور بوده که حتی اشاره به نام حماس و حمله حماس نکرده، یعنی در واقع نکته مهمی رو دست گذاشته. من اتفاقا می‌خواستم سراغ در واقع واکنش سفیر اسرائیل هم برم. فکر می‌کنین که این چجوری ارزیابی می‌کنین شما این واکنش؟ آیا این صرفاً یک واکنش دیپلماتیک هستش یا نشانه از عمیق‌تر شدن اختلاف اسرائیل و سازمان ملل هستش؟ قطعا عمیق‌تر شدن اختلاف اسرائیل سازمان ملل. شما حتی نگاه کنید لحنی که وزیر خارجه اسرائیل نسبت به آقای گوترش گرفته که بهش میگه تو شرم بر تو باد. شما نگاه کنید لحنی که سفیر اسرائیل گرفته، میگه شرم بر سازمان ملل متحد که حتی نام حماس رو نمیاره، حماس رو محکوم نمیکنه. نشون میده که اختلافات اسرائیل و سازمان ملل هم بالا گرفته، تا حدی که همونطور که گفتم فرانسه از متحدین اسرائیل رأی مثبت میده، امریکا و بریتانیا هم متحدان اسرائیل رأی ممتنع میدن، راه رو باز گذاشتن برای اینکه این قطعنامه تصویب بشه. به عبارت دیگه اگر دست اسرائیل در صحنه جنگ باز هست، در صحنه بین المللی با این قطعنامه بسته شده. بله، سپاس از شما حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل که لندن همراه ما بود.